بفهمید چی خواهش میکنم شما. ما میدونیم که دین اسلام یه دین کاملیه. تو همین دین کامل اومده لا اکراه فی الدین، یعنی در دین هیچ اجباری نیست. و ما میایم تو کشور خودمون، تو کشور ایران، میشویم که ایران یه کشور آزاده، توش حق انتخاب هست. پس چرا فلسفه حجاب تو این کشور حل نشدنیه و محدودیت میذارن؟ چه برای کسایی که تو کشور زندگی میکنن، چه برای توریستایی که اصلا دین اسلام رو قبول ندارن و به عنوان یه توریست میخوان بیان ایرانو ببینن. مرسی. بسیار خوب. خب ببینید، خیلی سوال خوبی بود، انصافا سوال خیلی خوبیه. ببین، ما یک آیه در قرآن داریم که چون این آیه مندرج در اون قصه معروف آیت الکرسی هست، تقریبا همه دوستان و بچه مسلمان ها این آیه رو حفظن. قرآن میفرماد قد تبین الرشد من الغی، یعنی در یک شرایطی رو ترسیم میکنه و تصویر میکنه که در اون زمینه های هدایت و زمینه های انتخاب فراهم و مساعده. یعنی من میدونم کار بد چیه، کار خوب چیه، میدونم گرایش درست چیه و گرایش غلط چیه. در یک همچین فضای فکری و نظری میفرماد لا اکراه فی الدین، در انتخاب دین اجباری وجود نداره. حواستون باشه، این لا اکراه فی الدین، این دین به معنی گزینش نظری است، یعنی یک انتخاب بر اساس اندیشه و آگاهی. دین اصول، دین به معنای ایمان، دین به معنای اعتقاد، اساسا غیر از این امکان نداره. ببینید، من میتونم شما رو به یک رفتار خاص وادار کنم یا از انجام رفتار خاصی من بکنم، اما نمیتونم روی اعتقاد شما اثر بگذارم. بنابراین قرآن درست فرموده و دقیق فرموده که اساسا دین به عنوان ایمان و اعتقاد قابل اجبار نیست، چون اونی که دیگه اجبار میشود دیگه از حوزه اندیشه و انتخاب خارج شده. اما نکته اساسی اینه، این آیه داره چه چیز رو تایید میکنه؟ انتخابی بودن اعتقاد رو. بنابراین من نمیتونم به شما بگم شما موظفی به نماز اعتقاد داشته باشی، من شما رو مجبور کنم به خدا اعتقاد داشته باشی، چون اصلا اعتقاد که اجبار بردار نیست، اکراه بردار نیست. اون چیزی که شما دارید باهاش مقایسه میکنید بحث حجاب رو، حجاب اینجا به عنوان یک رفتار دینی، نه یک اعتقاد دینی. من توضیح برای شما مثال بزنم. ببین، من میتونم به شما بگم شما موظف هستی به روزه اعتقاد داشته باشی، حق همچین کاری رو دارم، اصلا امکانش رو دارم، میتونم تو اعتقاد شما دخل تصرف کنم، نه. ولی من میتونم به شما گوشزد بکنم که لطفاً مراقب باشید روز ماه رمضان که مردم روزه دار هستن، شما ساعت 11 ظهر، 12 ظهر، یک بعد از ظهر جلوی مردم روزه دار تشنه یه نوشابه خنک باز نکنید، میل کنید. ببینید، بحث رفتار با بحث اعتقاد دو عرصه جداگان است. در اعتقاد اجبار نیست چون نمیتونه باشه، ولی ما رفتارهایمون که به عرصه عمومی مربوطه، به حریم عمومی مربوطه، به سپهر عمومی مربوطه، به حقوق شهروندی مربوطه، حقوق همگانی، اونجا دیگه ما موظف ملاحظات عرفی رو رعایت کنیم. حتی کسی که با ما، حتی ملیتش با ما یکی نیست، ولی میخواد میهمان کشور ما باشه. بالاخره ما تو خونمون هم که میهمان دعوت میکنید، وقتی مهمان خانه من میاد، من از مهمان خواهش میکنم لطفاً شما قبل از اینکه وارد آپارتمان بشین کفشتون رو در بیارین. ما تو این خونه نماز میخونیم. برای شما اگر با کش میگین تو خونه ما، رو فرش ما، ما بچه کوچیک داریم، ما نماز میخونیم، ما رو زمین رو این فرش میشینیم. خواهش میکنم خونه ما میان کفشتون در بیاریم، چون اون چیزی که به من مربوط نیست اون کار رو بهش چی فکر میکنه. اونی که به من مربوطه اینه، اون میخواد تو خونه من رفتاری نشون بدی بده که به حقوق من و به زندگی من و شرایط من مربوطه. بحث حجاب از این جنسه. شما تو خونه خودتون هر اعتقادی دارین داشته باشه، اما روز ماه رمضان نمیتونی در ملای عام روزه خاری کنی. شما ممکنه به نماز اعتقاد نداشته باشی، ولی اجازه نداری بیای نماز گزاران در صف نماز رو براشون مزاحمت ایجاد کنی. حجاب و پوشش از جنس اموری است که به حریم عمومی مربوطه. من یک پسر نوجوان دارم، بنابراین انتظارم اینه که در جامعه وقتی پسر نوجوان من میخواد وارد بشه، پسر جوان من میخواد وارد بشه، انتظار من اینه پوشش عمومی به نحوی باشه که امنیت اخلاقی فرزند من رو، برادر من رو، همسر من رو به خطر نندازه. یا وقتی شما میخواین وارد بشین، وارد جامعه بشید، انتظار دارید که آقایون رفتاری رو ازشون سر بزنه، برخوردی داشته باشن که به امنیت عمومی لطمه نزنه.
این که شما تو خونتون تو یک مهمونی شخصی چه کار میکنید به من مربوط نیست. اما اگه ما با هم تو جامعه قرار میگیریم، پوشش شما دیگه به من مربوطه. من این مثال برای شما بزنم، تو بسیاری از کشورها اینجوریه، به طور خاص در بسیاری از کشورهای اروپایی اینجوریه. شما تو خیابونای بعضی از شهر اروپا یا بسیاری از شهر اروپا که راه میرید، میبینید معماری ساختمون‌ها عین هم دیگه است. یعنی تو این خیابون شماره مثلا 24 تو این شهر تمام خانه ها دو طبقه است، مثلا حالا آجر سرخه و حتما شیروانی داره و معماریش اینجوریه. منطق اونها اینه، میگن دیزاین داخلی خانه شما به خودت مربوطه، شما میخوای تو خونه هر جور طراحی کنی زندگی کنی به خودت مربوطه، ولی ظاهر خونه شما میتونه برای عموم شهروندان آلودگی بصری ایجاد کنه. بعضی خیابونای تهران شما دیدید توش که راه میرید یه خونه یه طبقه است، یهو بغلش یه برجه، بعد یکی طراحی مثلا رومی داره، یکی طراحی سنتی ایرانی داره، یکی سنگ، یکی آجره. بعد شما اصلا سرگیجه میگیرید تو این کوچه و خیابون راه میری. اونا معتقدن طراحی خارجی خانه موجب ناراحتی یا آرام بخشی شهروندان رو فراهم میاره. بنابراین به شما مربوط نیست که بخوای هر کاری دلت میخواد تو طراحی ساختمون بکنی. یعنی اینقدر حریم خصوصی و عمومی گاهی به هم دیگه پهلو میزنه، تفکیک اینا خیلی مشکله. پوشش هم همینطوره. بنابراین کسی هم که مهمان ما میخواد بشه، میخواد به کشور ما بیاد، باید حریم های عمومی ما رعایت کنه. به قول شما اقلیت های مذهبی مسلمان نیستن ولی دارن از امنیت جامعه اسلامی استفاده میکنن. دولت داره خدمت ارائه میکنه، نظام آموزشی خدمات ارائه میکنه، عمران شهری داره خدمات ارائه میکنه. پس لازمه که اون حریم های مربوط به حقوق شهروند مسلمان رو هم رعایت بکنه.